28 اردیبهشت ماه 1397 خورشیدی و 18 می 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر نخستین واکنش قربانیان تجاوز جنسی سعید طوسی، قاری محبوب رهبر جمهوری اسلامی رو خواهیم داشت. دو تا از فاسدترین قضات دستگاه قضایی رو معرفی میکنیم. پرده آخرم که آخر برنامه. تقدیمی این هفته در پیوند با کازرون، خیابان‌های منتهی به میدان مرکزی شهر موسوم به میدان خیرات توسط مأموران امنیتی و گارد ضد شورش محاصره شده، اما معترضان به صورت پراکنده در دسته‌های جداگانه اقدام به تجمع و آتش زدن لاستیک در خیابان کردند. شلیک گاز اشک‌آور به صورت مدام علیه معترضان صورت می‌گیرد، اما معترضان همچنان در خیابان‌ها حضور دارند. در حالی که بیمارستان کازرون رو نیروهای امنیتی اطلاعاتی محاصره کردن، امکان مراجعه و حضور در بیمارستان نیست. آمارها متفاوت از قربانیان اعتراضات چهارشنبه شب و بامداد پنج شنبه و بعد از اون تا بامداد امروز. اعتراضات در کازرون مهم این است که انگیزش هم بپردازیم بهش. زمانی وارد این وضعیت درگیری ها و خشونت ها و کشته ها و زخمی ها و دستگیری های گسترده شد که دادستانی کازرون شروع کرد به بازداشت معترضان در خیابونا. ده ها تن رو بازداشت کرد و این بازداشت که حالا خواهم گفت علیه اعتراض ها، علیه طرح تجزیه شهرستان کازرون و تجمع‌های مردمی برای بعداً وقتی بازداشت شد برای آزادسازی کازرونیا که با پاسخ منفی دادستانی، خشونت حکومت در واقع و شلیک گلوله روبرو شد. کازرون تبدیل شده یه مش آهن. یا نم ترکی دوباره؟ بله، این تقدیمی یک شهروند بود به رهبر جمهوری اسلامی ایران و اذنابش، رئیس جمهوری اسلامی و غیره. ببینید، اسمایی که از کشته شده های چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه در کازرون تا حالا به دست ما رسیده: رضا جوکار، حمید بیون، مجید سیروس، بهمن احمدی، علی محمدی و پرستو جوکار. چرا اینجوری شد؟ همه میدونن که به ویژه از دیماه 96 هر موضوعی میتونه بهانه و انگیزه بشه برای اعتراض و شورش. هر موضوعی از دیماه 96 تا حالا مناطق و شهرهای مختلف کشور یکی یکی وارد این دور اعتراض و شورش شدن. هر روز و هر هفته خبرها منتشر میشه و میشنوید دیگه، از ورزنه و شرق اصفهان گرفته تا اهواز و حالا کازرون. بیش از دو هفته است مردم کازرون
جمع میشن شعار میدن، اعتراض میکنن به طرح تقسیم شهرستان کازرون، طرحی که مرداد اولین بار مرداد 96 آقای حسین رضازاده نماینده محترم مجلس شورای اسلامی علنیش کرد. همون موقع مردم اعتراض کردن، مردم کازرون رفتن پیش امام جمعه شهر که خب در همون زمان مرداد 96 عرض کردم انعکاس محدودی هم داشت موضوع. اما حالا اعتراض های پیوسته و هر روزه و تیراندازی مستقیم به مردم. بابک داد روزنامه‌نگار مستقل در کانال تلگرامیش چند نکته رو که انگیزه این شورش و کشتار شده اشاره کرده که اجازه بدین من خلاصه‌شو براتون بخونم، بسیار مهمه. نوشته باز هم یک نماینده می‌خواهد پرچم زادگاه خود را بالا ببرد و محل تولدش را در نقشه تقسیمات کشوری یک پله ارتقا بدهد. این جاه طلبی را در نمایندگان مجلس زیاد شاهد بوده ایم. از طرح تغییر نام شهر یا بخش یا استان تا همین تغییر در نقشه تقسیمات کشوری، به خصوص ارتقاء زادگاه، به اصطلاح یک نشانه است از قدرت لابیگری نماینده که رأی دور بعدی او را در شهرستان جدید و تأسیس تضمین می کند. سید حسین رضازاده متولد شهر قائمیه در بخش چنار شاهیجان، اگه درست بگم، از توابع شهرستان کازرون است. او میخواهد زادگاهش را از شهر به شهرستان ارتقا بدهد. برای تأسیس شهرستان جدید 2 سال است که طرحی به وزارت کشور داده تا 2 بخش را از بخش‌های ششگانه شهرستان کازرون جدا کنند و به یک شهرستان جدا تبدیل کنند. بر اساس این طرح شهر قائمیه، مرکز بخش چنار شاهیجان و شهر کوهمره، مرکز بخش نودان، که همیشه جزو 6 بخش شهرستان کازرون بودند، از کلیت شهرستان کازرون جدا می شوند و به یک شهرستان مجزا تبدیل می شوند. مردم کازرون با تجزیه و جدایی 2 بخش از 6 بخش تاریخی کازرون مخالفند. نمی خواهند این شهرستان که تاریخ آن در دوران ساسانیان ریشه دارد، یه دوره کازرون پایتخت ساسانیان بود، قطعه شود این شهر. پاسخ این مردم باتوم و شوکر و گلوله های جنگی و بازداشت های دست جمعی نیست. عرض کردم نوشته بابک داد روزنامه‌نگار مستقل مقیم فرانسه است. دیشب معاون استاندار فارس آمد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اصلا طرح تقسیمی وجود نداشته که بره وزارت کشور و هیئت دولت. دروغ میگه. ولی همین حرفی که اینا میزنن مثل طرفی که یه کار بدی میکنه بعد میاد میگه معذرت میخوام، میگن آقا گفت معذرت میخوام یعنی غلط کردم دیگه ولش کن. حالا البته مردم ول نمیکنن. چرا؟ چون عرض کردم شروع شده از دی 96 تا حالا اینا همه بهانه و انگیزه است برای فوران اعتراض، اعتراض دست جمعی مردم تو به خیابون اومدن. باری آقای معاون استاندار فارس آمد صدا و سیما گفت اصلا طرح تقسیمی وجود نداشته که بره وزارت کشور و هیئت دولت. این بیان ترس حکومتی است که هر کاری دلش میخواد میکنه ولی مقاومت جدی مردم رو که میبینه عقب نشینی میکنه. طرح 2 سال پیش داده شده بود به وزارت کشور، مرداد گذشته رفت هیئت دولت، رسانه‌ای شد، مطرح شد و اخیراً قرار اجرای این طرح تقسیم شهرستان کازرون در هیئت دولت گذاشته شد. حالا میگن از اول هم چیزی وجود نداشته. خیلی خوب، اوکی، روشنه دلیل این اعلام رسمی شما. اما اینم روشنه که اصل واقعیت نارضایی خشم مردم از این نظامی که هر روز به انگیزه و در جای خودشون نشون میده. تو همین کازرون آمارهای مردمی میگه دست کم 11 نفر کشته شدن که آقای معاون استاندار میگه 11 نفر زخمی شدن. آمارهای مردمی میگه صدها زخمی و دستگیری در 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه. هنوزم شهر چهره جنگی داره. یعنی به قول یکی از کاربرای اینترنت نوشته بود اینجا غزه نیست، اینجا کازرونه. این مردم داغدار و زخمی و زندانی با این حکومت چه خواهند کرد؟
خب 19 بهمن 96 در آستانه 39 سالگشت انقلابی که نظام مقدس رو بر ایران حاکم کرد، حکم تبرئه قاری قرآن محبوب رهبر این نظام مقدس صادر شد. بعد از حدود 7 سال پیگیری خانواده قربانیان تجاوز جنسی این قاری، واکنش رسانه‌ای قربانیان تجاوز سعید طوسی به حکم تبرئه او رو بعد از نزدیک به 3 ماه برای نخستین بار امشب می‌شنوید. ببینید، ما یک حق قانونی داریم که 6 سال، 7 سال، الان دیگه وارد 7 سال شده این فرزنده، این رو سعی کردیم از طریق همون روال قانونی پیگیری بکنیم و تمام خواستمون این بوده که نحوی اجرای عدالت صورت بگیره و محاکمه‌ای عادلانه و بی‌طرف، به این شکل که مثلا قاضی وقتی این پرونده دستش میرسه از جایی تحت فشار قرار نگیره که نتونه اون چیزی رو که تشخیصش هستش رو بهش عمل بکنه. و این حق مسلم ماست. من هم یک شهروند هستم به عنوان شاکی این پرونده و کلان خواسته مشاکیان این پرونده از ابتدا همین بوده و ادهی ما اصطلاح انتقاد کردن، گفتن که شما چرا در قبال این حکم ظالمانه که منجر به تبرئه این شخص شده هیچ واکنشی نشون ندادید. الان فکر میکنم چون در ماه مبارک رمضان هستیم فرصت خوبی هستش که ما به نحوی این اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم، چون وقتی رسانه های داخلی به ما این فرصت رو نمیدن که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم، مجبور میشیم که بالاخره با رسانه‌های خارجی گفتگو بکنیم و اونها حرفای ما رو به نحو منعکس بکنن. ما حتی اخیراً یک مصاحبه پدرم با روزنامه شرق داشتن که با کلی سانسور و اینها باز هم وقتی که به فیلتر خودش، فیلتر بالا رسید، اجازه پخش داده نشد. دیگه ساده تر از این یک نفر بگه آقا تو این مملکت 84.5 میلیونی هیچ روزنامه، نشریه، تلویزیون، رادیویی نیست که حرف منو به گوش مسئولان مردم برسونه. همه چیز در انحصار حکومت. به نظر بنده مشکل اساسی مملکت ما این هستش که تبعیض هستش، یعنی عدم تأمین عدالت هستش. یعنی که مثلا به فرض مثال یک شخصی که مثلا دوست، مثلا گوسفند دوز بوده رو مثلا بدعیت بکنن و یک شخصی که مثلا یا قاری قرآن هستش و به نحوی مثلا منتصب بیت رهبری هستش، 6 سال هستش که مثلا مسئول مجازات باستاس برای خودش آزادانه در خیابون ها راه میره و هیچ کسی هم کاری به کارش نداره. بذارین یک مرور کوتاهی بکنیم از آنچه گذشت و ایشون این شاکی و این قربانی تجاوز و پرونده سعید طوسی به عنوان نمونه از تبعیض حکومتی مطرح کردن. ما در سال 90 که رئیس جمهور اعلام کرد که یک شخص محترمی از بیت رهبری محل کار آقای سعید طوسی مراجعه کردم و ازشون توبه نامه گرفتم در سال 90، بعد از اون توبه نامه یعنی یک سال نیم بعد دست پدر من افتاد و پدر من هم وقتی از این موضوع مطلع شد این موضوع رو پیگیری کرد، شروع کرد با این شخص صحبت کردم و این مکالمات رو ضبط کردم و یک اقرارنامه کتبی دیگه ایشون به ما دادن و 4 نفر از نوجوانانی بودیم که شکایتمون رو تحویل به دادسرا دادیم. اونم به صورت خودسر نبوده، ما اطلاع آقای کاظم سکلی آنجا موقت تهران هماهنگی لازم رو انجام دادیم، ایشون ما رو ارجاع دادن به دادستانی تهران های جعفری دولت‌آبادی. همون سال 91 یک ملاقاتی با ایشون داشتیم، ایشون رو ما گفتن که یک اتهامی رو بزنید که اثباتش سخت نباشه.
سمت شعبه 15 پست‌پستی دفتر کارکنان دولت. ببینین دادستان میگه طوری شکایت بکنین، یه اتهامی رو بزنین که اثباتش خیلی سخت نباشه. مهمه این قضیه، بزنین قبل از معنی کردن این خواست دادستان از شاکیا یه موضوع رو باز کنیم. شنیدین دیگه، گفتن که یه آقای از بیت رهبر قضیه رو میفهمه و میره از سعید طوسی اقرارنامه اول رو میگیره که بارها پخش کردیم، حالا نشون میدیم که بهش میگن توبه نامه. به هر حال یک سال و نیم بعد که خانواده این بچه ها اصلا از این اقرارنامه و از ظلمی که به بچه هاشون شده و به خودشون شده خبردار میشن. این رو من به یکی از دوستانم که خودش قربانی این قضیه بود مطرح کردم و ایشون هم نمیست که من هم این مشکل برام پیش اومده و اون موقع من اینو به پدرم نگفته بودم و اون دوست ما هم به کسی نگفته بود، فقط رفتم به این فامیلشون که در سپاه ولی هم به بیت بودن گفتن این قضیه رو و رسولش به نوعی شکایت من و شکایت خودشون رو اعلام کردن و گفتن ایشون این چیزا جز رسولا شاکلش هستش، با نوجوانان قرآنی و اینها روابط ناسالم داره، کودک آزاری میکنه و اینها. بعد اون شخص محترم هم زحمت کشیده بودن و بالاخره در قبال این موضوع احساس مسئولیت کردم و به شورای عالی قرآن مراجعه کردم و توبه‌نامه گرفتن ازشون. یعنی آقای طوسی از ترس آبروشون اونجا این توبه‌نامه رو نوشته بودن و به اون آقای محترم داده بودن و این توبه‌نامه بعد از یک سال و نیم دست پدر من رسید. پدر من اصلا مطلع نبودن که ایشون این مسئله مثلا برای من یا اشخاص دیگه به وجود اومده. بعدا از طریق یکی از اعضای شورای عالی قرآن که برادرشون هم قربانی شده بود در این زمینه، وقتی ازشون سوال کردن گفتن که بله ایشون این مشکلات رو دارن و اینها. از اونجا دیگه پدر من حالشون خراب شد و به هر حال از من پرسیدن و من همین جریان رو برای پدرم تعریف کردم و بقیه دوستانی هم که قربانی بودن در این زمینه و هم دیگه به اصطلاح ابرام به شکایت کرد. حتی خیلی هم از ترس آبروشون نیومدن شکایت بکنن که بخششون به عنوان شاهد در دفتر حضور گرفت. ببینین این آقای محترمی که ایشون فرمودن که میرن اول و یک سال نیم قبل از اینکه خانواده این بچه ها بفهمن، به محض اینکه یکی از فامیلاشون که خودش جزو قربانیانه سعید طوسی در کلاس های قرآنیش میرفت و شاگردش بود و بعدا مورد تجاوز این آدم قرار میگیره، خود اون فرد که در سپاه ولی امر بوده است، در داخل بیت رهبر معظم بوده است، اون میره از سعید طوسی اون اقرارنامه اولو میگیره و خلاصه گوشش میکشه که اینو من ازت گرفتم که حواست جمع باشه دیگه ادامه ندی. اون آدمو از بیت رهبر بیرون کردن الان که بنده دارم خدمتتون حرف میزنم، به اسم نمیدونم مثلا یه پست دیگه بهش دادن اینا. اینجوریه. باری آقای دادستان جعفری دولت آبادی به بچه ها میگه طوری شکایت کنین که اثباتش سخت نباشه، اتهام طوری باشه سخت نباشه. یعنی چی؟ یعنی مسئله تجاوز جنسی طبق نظر فقها باید در حضور دو شاهد عادل، بعضی ها میگن چهار شاهد عادل، انجام شده باشد و این شاهدان عادل به ضرس قاطع مشاهده کرده باشند عمل جنسی کامل رو. حالا اینکه در عمر بابرکت جمهوری اسلامی چه تعداد آدم رو بر اساس همین فقه سنگسار کردن و اعدام کردن به جرم به اصطلاح زنا و به اصطلاح لواط، خب حالا خود این که از همون اول چقدر این خواست آقای دادستان تهران از شاکیان نقض موازین حقوقی هست بماند که اینجوری شکایت کنین فلان کنین. سوال این است که آیا اتهام فریب جنسی نوجوانان و تجاوز جنسی به عده‌ای از نوجوانان قرآنی از جمله به همین چهار شاکی پرونده بالاخره در طرح شکایت آمد یا نیامد؟ اول اون چیزی که شکایت به اصطلاح عنوان
عنوان فساد اخلاقی بود. دوستی که ما مطرح کردیم که در شکوای تشویق به فساد یعنی فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا ثبت شد. ولی خود بازپرس پرونده اومدن دو تا جرم برایشون زدن در آقای طوسی تحت عنوان تشویق به فساد و ارتکاب فعل حرام. بعد این جرم هم تایید شد در تعاون دادستان. آقای قطبی اینو تایید کردن و مشکل از اینجا شروع شد که دیگه اجازه ندادن این پرونده به دادگاه ارجاع بشه. خب ببینین، خود شاکی ها در اطاعت یا نرمتر بگیم در رعایت دادستان که یه جوری طرح اتهام کنیم که دشوار نباشه ثابت کردنش، اتهامو فقط تشویق به فساد نوشتن. ولی نکته اینجاست، وقتی بازپرس شکایتنامه رو میگیره، تحقیق میکنه، میبینه اتهام این آدم در واقع تجاوز جنسی، نه صرفا اون چیزی که شاکی ها نوشتن تشویق به فساد. مدارک و اسناد اینا رو نشون میده. یعنی خود شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت از همون اول موارد اتهامی آقای سعید طوسی رو روشن میکنه، فارغ از اینکه شاکی ها از ترس یا از مصلحت به هر حال چی نوشتن تو شکایت نامشون. یعنی اینقدر موضوع روشن بوده. ولی خب وقتی شعبه 15 بازپرسی دادگستری میاد دو تا اتهام گنده میزنه، یهو خامنه ای دستور میده جلوشو بگیری. همونطوری که مستحضر هستید، آقای سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و دفتر ارتباطات بیت رهبری، ایشون با تماس‌ها و اعمال نفوذهایی که میکردن مانع از پیشرفت پرونده میشدن و میخواستن این رو به اصطلاح در همون نطفه خفه بکنم که نتیجه کارشون شدش که دادستان تهران نامه زدن به آقای صادق لاجنی رئیس قوه قضاییه و ایشون هم یه نامه زدن به آقای خلفی مشاور رئیس دفترشون، ولی ایشون هم پرونده رو به اصطلاح فاقد ادله اثباتی جرم تشخیص دادن و به آقای کیان منش بازپرس این پرونده که قبلا قرار مجرمیت زدن، این بار دیگه در اجرای امر دادستان تهران اومدم قرار منع تعقیب برای آقای سعید طوسی صادر کردن. این سال 92. خب ببینین، حتی اگر حتی چی، حتما قضات شریفی هستن در همین دستگاه قضایی، ولی کیه که اینا رو فاسد میکنه؟ همینجوری که داریم میریم جلو توجه بکنین، از خامنه ای شروع میشه که همین قضات به عنوان رهبر معظم قبولش دارن، شریف و فاسدشون، از خامنه ای شروع میشه و بعد دستور میده به زیر دستاش که بعدش لاریجانی و بعد مشاورش و بعد دادستان و شروع میکنن دستوراتی که پیشوا داده برای فاسد. برای همینه که من تو این برنامه میگم واقعا وقتی دارین میبینین، میبینین که اصل سم و اون قارچ اصلی سمی خود رهبر جمهوری اسلامی است، دست کم در پیوند با این اسناد و پرونده‌ای که داریم صحبت میکنیم. رهبر جمهوری اسلامی دستور جلوگیری از پیشرفت کار رو داد. با جناق رهبر زنگ میزنه به رئیس و مشاور رئیس قوه قضاییه، اونا هم زنگ میزنن با جناق طوسی، ببخشید پسرخاله رهبر، آقای سید علی مقدم مسئول روابط عمومی بیت رهبر و رئیس شورای عالی قرآن. بعد اونا هم زنگ میزنن، یعنی رئیس قوه قضاییه زنگ میزنه به دادستانش جعفری دولت آبادی که قبلا هم دیدین این نامه رو که یه روزه هر ستاشون امضا کردن، اون نمیدونم اون ستا نامه رو اگه بتونیم نشون بدیم، امضا کردن که ادله کافی نیست. تو یه روز شعبه رسیدگی کننده پرونده، یعنی چی؟ یعنی کشک، به قول رهبر معظم غلط کرده، حکم صادر کرده. از اینجا دستور فاسد کردن قضات که رهبر معظم صادر کرده بود عملی میشه. اول کیان منش که خودش دو تا جرم زده بود، گفتم براتون دو تا جرم زده بود برای سعید طوسی، علارغم اینکه این جرم ها، این موارد ارتکاب جرم در شکایتنامه نیامده بود، خود کیان منش میزنه. این همون نامه سه امضاییه که گفتم. خب کیان منش اولین کسی است که در این مسیر
سم قارچ سمی رهبر معظم رو دریافت میکنه، حکمش رو پس میگیره. شاکی ها اعتراض میکنن، پرونده دوباره میره برای بررسی. و جالب اینه که شعبه 1059 کارکنان دولت که پرونده میره دستش، همون طرح شکایت اول شاکی ها رو که به توصیه دادستان تهران نوشته بودن تشویق به فساد، همون رو تایید میکنه و برای توصیه قرار مجرمیت میزنه. فقط با استناد به اون قاضی حسینی پیش بریم ببینیم. من دارم کاملا مختصر میگم افرادی رو که در ارتباط با این پرونده مسموم میشن از طریق علی خامنه‌ای، مغزشون، ذهنشون، تعهدشون، استقلالشون. قاضی حسینی دومین قاضی است که توی این پرونده با قارچ سمی رهبر فاسد شد. بهش انقدر فشار آوردن که کوتاه اومد قرار مجرمیت ارتکاب فعل حرام و غیره رو حذف کرد که اول کیان منش زده بود و بعدا پس گرفت و فقط همون یکی رو گذاشت، تشویق به فساد. جالب اینه که بعد از این مرحله وقتی پرونده برای صدور حکم میره شعبه 1057 زیر دست قاضی حیدری، بشنوید. قاضی حیدری برای این شخص 4 سال حبس تعزیری صادر کردن. یعنی ایشون به ما گفتن که با این که من تحت فشار بودم توی این پرونده، ولی همین 4 سال هم خیلی به اصطلاح خطر کردم که در این شخص حکم صادر کردم. و گفتن که اصلا بحث ایشون اگر ابتدا پرونده یه دست من بود اصلا حکم واقعی ایشون این نیست، من حکم واقعی ایشون اعدامه. من موارد متعدد فساد داشتن با نوجوانان پاک و معصوم قرآنی در جهت تلمذ و شاگردی در مکتب قرآن کریم به نظر ایشون سپرده شده، ایشون به نحو خیانت کردن به خانواده هاشون و این خاطره بعد رو تا آخر اون در ذهن این بچه رو به یادگار گذاشت. متاسفانه اینا حرف قاضی حیدری ها که نقل شد شعبه 1057 کارکنان دولت، میگه اگه میخواست رعایت عدالت بشه توصی طبق قوانین جمهوری اسلامی باید اعدام میشد. اینو یک قاضی میگه، رئیس شعبه میگه. خب پس چرا نشد؟ چون قوه قضاییه وجود نداره. دستور پیشوا به جای همه چیز. قاضی حیدری هم توی این پرونده اینجوری از قارچ سمی رهبر معظم بوی فساد میگیره. میگه من تازه 4 سال که زدم خطر کردم. هیچ استقلال دستگاه قضایی وجود نداره. چی میگه این شیخ صادق لاریجانی؟ استقلال قوه قضایی و فلان و بهمان. باری هر دو طرف به این حکم اعتراض میکنن، به اون 4 سالی که قاضی حیدری زده. شاکی ها اعتراض میکنن که حکم آبکی است و غیر عادلانه. توصی اعتراض میکنه که اصلا من جرمی نکردم که برم زندان. و تو این فاصله یه اتفاقی میفته. در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه پسش ایشون حرفش حجت برای ما. چی جوری روش میشه این رهبر معظم میاد با میسه مثل هیتلر دست چه اینجوری میکنه؟ همه هم میگن نمیدونم ما تا جان در بدن داریم برای تو همه کار میکنیم. ببینین این صحبتی رو که از یکی از قربانیان الان پخش میکنیم خوب توجه کنیم. یه قاضی خوشنام به اسم احوارکی در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران، ببینیم با این پرونده چجوری برخورد میکنه. اسفند 94 دادگاه تجدید نظر برگزار شد. ما دو تا شاهد جدید بودیم از نوجوانانی که خودشون مورد تعرض قرار گرفته بودن و اومدن اونجا. وقتی شهادت دادن خود این شخص با وکیلش آقای حمید هروی اصلا هیچ حرفی نمیتونستن بزنن.
اون عمده چیزی که اون مطلب خاصی که فقط وکیل ایشون داشت میگم شما چون شخصیت مشهوریه با صدای عظیم ایشون مثلا از خواب بلند میشین نباید ایشون مجازات بشه چون مشهوری بندی از قانون میشه که اینجور افراد باید مسئول باشه صادر میشه که گفتن 3 هفته دیگه خود صادر میشه در حالی که حالا مطابق قانون میگه 1 هفته بعد از حد جلسه صادر شد باید خودش مفتی صادر بشه 3 هفته طول کشید بعد در 3 هفته ما میرفتیم مراجعه میکردیم قاضی احوالی که میگفتن که اجازه یه در من فرصت به این حکم که میزنیم خیلی سبک نباشه بعد دوباره هفته بعد میرفتیم میگفتن اون نواره از فایل صوتی که میگه حضرت آقای لاریجان میگفت جمع کنید پرونده رو اونو نتونستیم اینجا تو دادگاه بکنیم یه بار دیگه بیارید اینجا باز کنیم گوش بدیم بعد دوباره یه هفته دیگه میرفتیم دوباره سیم هم زیر میگفتن ما دوباره برمیگشت بعد آخرسر یه آقای احوالی گفتن که آره آقای اسماعیلی رئیس دادگستری پرونده رو اما گرفت ما نمیدیم دیگه به کجا خط میشه این امر اون عکسی که دیدین عکس قاضی احوارکی بود که من بسیار درباره استقلال رأی این قاضی هم از وکلای دادگستری شنیدم و هم از شاکی ها که نمونه شوالا یک شنیدین دیگه بارین از اینکه 2 سال پرونده رو اسماعیلی رئیس دادگستری رئیس کل دادگستری استان تهران بایگانی میکنه تو کشو میزش به فرموده ی آقا بچه ها و خانواده هاشون هرچی میرن سراغ اسماعیلی نتیجه ای نمیده از هر طرف تحت فشار هستیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه اینو مطرح بکنیم با رسانه‌ای بکنیم و بعد از اینکه شما این مسئله رو رسانه‌ای کردی آقای طلعتی بعد از اون هم همونطور که مشاهده کردید هیچ تأثیری در روند پرونده ایجاد نشد این پرونده کماکان در بایگانی و بلوکه آقای اسماعیلی قرار داشت بعد ما دیگه این اخیراً پدرم از طریق آقای محمود صادقی نماینده مجلس اقدام کردن و با ایشون تماس گرفتن مدارک رو ایشون دادیم نامه نوشتیم به ایشون به 15 نفر از نمایندگان مجلس هم از اصلاح طلب و اصولگرا و مدارک رو بهشون ارائه دادیم نامه به کمیسیون اصل 90 و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم نوشتیم ملاقاتی داشتیم باشون یعنی پدر من با پدر یکی دیگه از شوفات ملاقاتی داشتم ولی هیچ کدوم از این نمایندگان محترم اصلا هیچ اقدامی نکردن در جهت احقاق حق به بچه ها به نظر محمود صادقی که الحق و الانصاف جانانه روی این قضیه کار کردن و با شجاعت و شهامت این مداری که ما دادیم منتشر کردن و موقع تأییدی زدن بر تمام این برنامه هایی که شما زحمت کشیدید و پخش کردید به انواع مصاحبه های ما که ما الان خدا رو شاکر هستیم که دهن یه در رو بستیم با این کار یعنی آقای محمود صادقی با این کاری دی کردن موجب شدن که به صلاح افرادی که میگفتن که این کار رسانه های معاند و بیگانه هستش این که یک نفر از خود مجلس یک نماینده محترم از خود مجلس شورای اسلامی این رو تایید کرده و توییت هایی که در این زمینه به صلاح منتشر شد از ایشون که گفتن که فرایند دادرسی این پرونده مشخص هستش که امان نفوذ در این پرونده صورت گرفته و افرادی در بیت مقام معظم رهبری از این کودک آزار قرآنی دارن حمایت میکنن محمود صادقی نماینده مجلس پیگیریاشو اول داخل چرخه حکومت انجام میده نامه هاشو میفرسته به آدمای مسئول یا مأمور وقتی نتیجه نمیگیره اون موقع است که دادخواهی علنی میکنه افسون بر صادقی رؤسای کمیسیون های اصل 90 مجلس و رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هم برای رئیس قوه قضایی هم برای رئیس دادگستریش می نویسن که آقا چرا پرونده رو بایگانی کردین و حکم رو صادر نمی کنین که مقدمش همون 4 سال حکم قاضی ایدری بود ولی بیش از به هر حال انجام این وظیفه مقدماتی این نامه دو نامه ای که دارین مشاهده می کنین از رؤسای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس دیگه هیچ
بابا پشتش رهبر معظم نظام مقدسه. نتیجه چی میشه؟ اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران نامه میزنه به لطفی سرپرست محاکم تجدید نظر استان تهران، بهش میگه آقا ترتیب این حکمو بده، قاضیاشو پیدا کن. جناب آقای لطفی معاون محترم قضایی رئیس کل و سرپرست محاکم تجدید نظر استان تهران احتراماً در اجرای دستور و نظریه اعلامی از ناحیه دادستان محترم انتظامی قضات به شماره فلان مورخ 7/8/96 در خصوص پرونده کلاسه 940620 شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران مقرر فرمایید دو نفر از مستشاران دیگر محاکم تجدید نظر با فوریت نسبت به پرونده مطروح رسیدگی و اظهار نظر نمایند. غلام حسین اسماعیلی، ببینید زیرش اون قسمتی که با آبی نشون داده شد، آقای لطفی زیرش می‌نویسه بسم الله تعالی، ملاحظه شد با توجه به نامه دادستان محترم انتظامی قضات و مرقومه ریاست محترم کل، لطفاً همکاران محترم، یک آقای رضا صابری مستشار شعبه 41، دو آقای یوسف فیروزی به اتفاق به پرونده مورد اشاره رسیدگی فرمایند. 6/9/96 سرپرست محاکم فلان لطفی. خب همونجا لطفی زیر اون نامه نوشته که اسم دوتا قاضی فاسد رو می نویسه از دو شعبه بی رب به پرونده، اونا هم حکم به تبرئه سعید طوسی رو می زنن. به همین سادگی قانون خودشون میگه پرونده در هر شعبه‌ای که هست فقط همون شعبه باید حکم صادر کند. پرونده تو شعبه 56 دادگاه تجدید نظره، اون وقت یه قاضی از شعبه 20 رضا صادقی، یه قاضی دیگه از شعبه 41 یوسف فیروزی طوسی رو تبرئه میکنن، زیرش هم میزنن شعبه 56 که مثلا حفظ ظاهر هم شده باشه. حالا هم رئیس شعبه 56 آقای احوارکی، هم مستشارای اون شعبه آقای آژیده و آقای رمضانی حاضرن سر کارشون، نه مرخصی نه قایب. اون قارچ سمی، اون دستور رهبر معظم که جلو پرونده رو بگیرین، تو این آخرین مرحله میره دو تا از فاسدترین قضات دستگاه قضایی رو پیدا میکنه و ازشون امضای تبرئه سعید طوسی رو میگیره. حالا با این قاضی امشب کار داریم. قبل از اون اجازه بدین که بشنویم گلایه قربانیان سعید طوسی را از وکلای حقوق بشر. از وکلایی که توی سازمان ملل و اینجا بودن ما وعده و وعیدهایی دادن، گفتن که ما حتما این پرونده رو میخوایم پیگیری کنیم، از حقوق قربانیان رو دفاع میکنیم. ولی الان همونطوری که میدونین آقای فلاحتی علی به دو سال از رسانه شدن این ماجرا میگذره و ما هیچ گونه اقدامی در این جهت از این آقایون ندیدیم و به اصطلاح ما واقعا تقاضا میکنیم که اگر مثلا اینجا حق ما پایمال میشه، اگر کسانی هستن انسانهای آزاده هستن که به حال صدای ما رو میشنون، از ما حمایت بکنن، یعنی این پرونده رو به اصطلاح درخواست بکنن که این پرونده سیر عادلانش دل بشه. وقتی فشار افکار عمومی به این وضعیه باشه، وقتی مسئولین ما بی تفاوت نباشن، اون اقلیت های مؤثر به جامعه بی تفاوت نباشن، به راحتی رو به قضایی نمیتونه برخی از مسئول ماسمالی بکنه و حکم به ناحق بده. ببینید صحبت کوتاه یکی از کسایی که با یکی از این خانواده های قربانی نزدیکه و دنبال دادخواهی بوده از اول بشنویم. قبل از اینکه آقای خامنه‌ای اعمال نفوذ کنه، سرپرست دادگاه کارکنان دولت بود. رفتم پیششون، ایشون گفت یکی دو ماه انشالله بیاد اینجا پرونده، چون در جریان پرونده بودن. گفتم حکم می‌زنم که خیلی هم سر صدا نکنه، میره زندانش و اجرا احکامش تموم میشه میره. خود بزرگ هم از این امر تعجب میکنن که آخه چرا این کارو داره آقای خامنه‌ای میکنه. به فرمان که 9 ماه به نتیجه نرسید، اون طرف هم میرفت زندان، تموم میشد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. 7 سال طول داد، 7 سال اعصاب و روان ما رو، شخصیت ما رو بازی کرد، از کار و زندگی ما رو انداخت. آخرش هم اینجور. یکی دیگه از شاکی‌ها نکته مهمی رو میگه، میگه مردم این سوال رو از خودشون با
باید بکنن که چرا این پرونده 7 سال طول کشید. 6 سال 7 سال مثلا این پرونده بازه تو دادگاه، بعد تو این 6 سال 7 سال تبرئه نکردن، بعد 7 سال تبرئه کردن. یعنی مثلا با این امکان میگن که قوه قضاییه اگه مثلا یقین نداشت به اینکه مثلا این اتفاق افتاده، چرا همون سالای اول این کار نشد؟ 6 سال 7 سال ما رو دوندن، هی قاضی رو عوض کردن، هی از این دادگاه به اون دادگاه، هی برید بیاید. خب اگه واقعا داستانی نبود که همون سال اول شما مدارکتون، مدارک ما معتبر نبود، همون سال اول چرا تبرئه نشد؟ یعنی که میگم مردم خودشون یه ذره اگه فکر کنن این قضیه پی میبرن که آقا اگه مثلا داستانی نبود چرا 7 سال طول کشید. باری طبق قانون این مملکت شاکی ها باید گردن بذارن به حکم صادر شده. ظالمانه است؟ دستگاه عدل اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو صادر کرده. میشه آدم موقعیت این بچه ها رو وقتی این حکم صادر شد درک بکنه؟ شاید بشه موقعیتشون در رو، قطعا نمیشود همون حسی رو آدم داشته باشه که اونا دارن. هنوز بعد از 3 ماه این بچه ها میگن ما باورمون نمیشه که همچین حکمی صادر شده با اون همه ادله و اسناد و اون حمایت بعضی از قضات و خب ولی صادر شده. میتونن این بچه ها فراموش کنن و بگن خب حکم صادر شد ما باید زندگیمونو بکنیم؟ فراموشی از این نیستی همچین قضیه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم ما پیگیری اونو میکنیم و اگه لازم باشه حتی دوباره شکایت بکنیم، مطرح بکنیم، هر چیزی باشه دوباره انجام میدیم، چون بالاخره باید حقی که ضایع شده گرفته بشه. و مسئله مهمش هم اینه که حق بالاخره گرفتنیه، یعنی ما ساکت نمیشینیم. خب این از این دوباره این چیکار بازتر نشسته یه جایی بالاخره رو میشه، یه حرکتی بالاخره میشه. من خودم به این اعتقاد دارم. بذارید نظر یک حقوقدان رو نقل کنم در تهران. یادتون باشه که سعید طوسی طبق صورت جلسه دادگاه تجاوز و لواط رو به اصطلاح خودشون تکذیب کرد، ولی گفت و نوشت که من آدم شوخی هستم، خب با همه بچه ها از این شوخی ها میکنم و کردم. در بخشی از متن رأی دادگاه تجدید نظر که کپیشو دیدین که طوسی رو تبرئه کرده آمده فعال انتصابی، ببخشید افعال انتصابی از قبیل شوخی های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه یعنی لاس زدن بر فرض اثبات نمیتوانند از ارکان متشکل بزه منتسبه محسوب شوند. میگه جرم نیستن اینا، ها؟ اینو تو حکم نوشته بعد نتیجه گرفته که تبرئه است. نعمت احمدی حقوقدان میگه طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط مثل لمس کردن تن دیگری از روی شهوت موجب 31 تا 74 ضرب شلاق تعزیری است. ضمن اینکه قانونگذار برای کسی که تشویق به این امر بکنه، یعنی درست همون کاری که توصی کرده اگر همش هم بگیم نکرده، تشویق به این امر بکند مجازات بیشتری در نظر گرفته که از 1 تا 10 سال حبس را شامل می شود و از آنجا که متهم معلم شاکیان بوده و طبق شهادت آنها اعلام کرده این اعمال ایرادی ندارد و گناه ندارد، می توان از منظر تبلیغ و تشویق هم به این موضوع رسیدگی کرد. اینا صحبت های یک حقوقدان است، دکتر نعمت احمدی در تهران. باری دو تا قاضی که حکم تبرئه رو امضا کردن به دستور قطبی سرپرست شعب دادگاه تجدید نظر که اونم در اطاعت از نامه رئیس دادگستری استان تهران این کارو میکنه و اونم رئیسش رئیس قوه قضاییه و اونم رهبر، یکیشون رضا صابری است، اون عینکیه که نشسته دست چپ عکس، مستشار شعبه 20 دادگاه تجدید نظر، و یکیشون یوسف فیروزی. یوسف خان فیروزی رو مخصوصاً باید بشناسین تا ببینین که دستگاه عدل اسلامی آقایون وقتی گیر میکنه چه آدم های فاسدی نجات بخشش میشن.
وقتی احوارکی و مستشارای شعبه 56 یعنی دادگاهی که پرونده دستشون بود حاضر نمیشن حکم تبرئه طوسی رو به فرموده امضا کنن، کیا قاری محبوب رهبر معظم رو نجات میدن؟ یه همچین آدمایی. یوسف فیروزی اهل مراغه اخراجیه قوه قضاییه بوده، این آدم اول شاهیندژ بوده، شاهیندژ اصفهان، تو دستگاه قضایی به عنوان قاضی 25 سال پیش، بعد انتقالش میدن شبستر، اونجا رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلابه، بعد میکننش رئیس دادگستری شبستر، بعد میکننش معاون دادگستری استان آذربایجان شرقی، بعد سعید مرتضوی که میشه دادستان تهران، فیروزی هم میشه دادستان عمومی انقلاب تبریز دوره هاشمی شاهرودی. 24 مهر 1386 اون موقع است که برداشته میشه. یه طی حکمی از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، یحیی میرزا محمدی به عنوان دادستان عمومی انقلاب جدید تبریز منصوب شد. پیش از او یوسف فیروزی به عنوان دادستان عمومی انقلاب تبریز مشغول فعالیت بوده و هم اکنون طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به سمت مستشار دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی منصوب شده است. این تنزل مقام در واقع از دادستانی میشه مستشار یک شعبه، این تنزل مقام در واقع دمه اخراج یوسف فیروزی، همین که تبرئه کرد سعید طوسی رو، اخراج یوسف فیروزی از قوه قضاییه است. چرا؟ کلی شکایت علیهش مطرح شده بود، از جمله چیزایی که تو پرونده هست و همینطور مسکوت مونده. من سریع میگم، تجاوز به یک زن در تبریز در حالی که فیروزی مزدوج بود اون موقع، حالا من نمیگم مجرد باشه و تجاوز کنه، منظورم این جنایت و فساد و کثافتیه که واقعا در این دستگاه قوه قضاییه همینجوری جاری است. تجاوز به یک زن که زنی میره شکایت میکنه، خلاصه فیروزی برای حفظ موقعیتش مجبور میشه باش ازدواج کنه و از زن اولش که دختری سرهنگ سپاه بود جدا میشه. چند تا پرونده رشوه و سوء استفاده داره، از جمله تو زنجان 1.5 میلیارد تومان به اسم خودش برای چند نفر قیر میخره، 150 میلیونش رو به عنوان رشوه میگیره میریزه جیبش. سال 87 از یه نفر که مدعی بوده کلی زمینای اطراف خاوران مال اوست ولی سند مالکیتش رو بهش نمیدن، 1 هکتار زمین رشوه میگیره تا بقیه زمین رو زنده کنه. مثلا اینا پرونده هایی است که همه غیر از اون پرونده تجاوز که عرض کردم و که بستنش باشه ازدواج کرد فلان و اینا، غیر از اون پرونده همه این پرونده ها بازه همچنان، ولی رشوه و سوء استفاده از موقعیت که جرم نیست تو قوه قضاییه که کسی بخواد رسیدگی کنه، همشون همینن. بارها گفتم چاقو که دست خودشو نمیبره، ولی اینقدر شکایت علیه این نفر وقتی زیاد میشه برن سراغش، به هر حال خاموشش میکنن کنارش میکنن. علیه این آدم هم اینقدر شکایت زیاد بوده که تعلیقش میکنن. یوسف فیروزی میره قزوین منتظر تصمیم قطعی کارگزینی تا بالاخره کلا اخراجش میکنن. مطابق چی میشه؟ بعد دوباره برمیگرده به قوه قضاییه به واسطه یا آخوند همین کاره دیگه. کامنت ببینید، کامنت حزب اللهیای معتقد رو بذارین درباره یوسف فیروزی براتون بخونم. آقای یوسف فیروزی دادستان قبلی تبریز که پس از مدت‌ها تلاش حزب الله به دلیل فساد اخلاقی، شرب خمر، رشوه و غیره از کار برکنار شده است و پشتیبان وی در قوه قضاییه روحانی به نام قروی بوده است از نزدیکان هاشم شاهرودی، حسب شنیده ها در حال انتصاب به شغلی مهم در دادستانی کل کشور است. اخیراً با یکی از بستگان نزدیک یوسف فیروزی صحبت می‌کردم، میگم ازش پرسیدم حکم تبرئه سعید طوسی رو تو زدی؟ با افتخار گفت بله ما زدیم، ما دیدیم یه عده دارن مقام معظم رهبری رو با این پرونده تخریب میکنن، منم با اینکه کلی حجمه رسانه‌ای خارجی و معاندین نظام و فشار افکار عمومی رو این پرونده بود با شهامت و شجاعت حکم تبرئه‌اش رو صادر کردم. قاضی این دستگاه و این مملکت بهتر از این نمیشه. دلیلش برای صدور حکم پرونده و ادله و استناد نیست، دلیلش حفظ رهبر و پیشواست.
عدالت و قضاوت عادلانه، یعنی کشک داشتیم ما و داریم ما قضات دیگری که امشب دیگه فرصت نشد خدمتتون معرفیشون بکنم که هفته آینده در برنامه هفته آینده سراغ اونام خواهیم رفت و برنامه‌های دیگری هم خواهیم داشت که پیشاپیش فکرش کردم. در ضمن برنامه ایست که سعی میکنیم درباره شایسته سالاری برنامه بذاریم که به قاضی فاسدی هم خواهیم پرداخت. باری این پرده آخر، یه دفعه یه مگسی پرید، مام گرفت مگس رو اینطوری برد در این پنجره ولش کرد رفت. حالا ما باشیم تق بیزنیم اونو لهش بکنیم، خب امام چرا این کاری کرد؟ کار بی خود نمی کرد امام. خیلی خریب. شب و روزگار خوش.